بسم الله الرحمن الرحیم. فردا روز نصب امیر المؤمنین، حقیقت قدیر و این که این واقعه چه بود. مثل بخاری، اونم در سه باب، از خواست مثل شیخ مفید، از عام مثل فخر رازی، مثل حاکم نیشابوری، از خواست مثل شیخ توسی، مثل شیخ صدوق، حدیثی به این صحت، به این قدرت. این حدیث باید فهمیده بشه تا روشن بشه که منسوب فردا که بود. بعد کلمه فصل در دنیا محقق بشه. حدیث اینه، متنی که ارکان محدثین عامه، اعیان مفسرین عامه، اعلام مورخین عامه، هر سه طبقه بر این نقل متفقند که رسول خدا به علی مرتضی انت منی و انا منک. اون وقت علی تکه‌ای از این علم و نظره، تکه‌ای از این خلق و عمله. معنی این حدیث اینه، اون علم کل، اون عقل کل، اون کل عقل، اون خلق کل، اون کل خلق، اون مکارم علمی، اون فضائل عملی که موسی، عیسی، ابراهیم همه تحت شای بودن، همه اونها دو قسمت شده، یک قسمت محمد، یک قسمت علی. اینه معنای این کلمه. بعد نوبت رسید به این که من از تو هم دیگه شرح این داستان مفصله. دنیا اگر عرضه داره جواب بده، وقتی نص این حدیث صحیحه، اگر منکری، منکر سنتی، منکر سنت، منکر قرآنی، ما آتاکم الرسول فخذو، این فرمان خداست، این هم سنتید که به قطع از او رسیده. وقتی نص کلام او اینه که تو از منی، من از تو هم، فصل بین او و بین علی به بیگانه، یعنی چه؟ این برهان خلافت بلا فصل علی. اگر عرضه داره تمام از هر مز جواب بده. مسئله بازیچه نیست، منصوب اینه. کسی که نصب شده گوهریه که اون گوهر دو قسمت شده، یک قسمت به قالب احمد در آمده، یک قسمت به قالب حیدر در آمده. انت منی و انا منک. بخاری تو این رو نوشتی، فهمیدی پیغمبر چه گفت؟ فصل بین خود و خود به بیگانه با کدام منطق موافقه؟ این عقل، این کتاب، این سنت. اگر او از پیغمبره، اگر خاتم النبیین از اوست، اگر این چنین اتحادی بین این دوتا هست، آیا به جای پیغمبر دیگری رو نشوندن و بین خاتم و بین او سه فاصله قرار دادن؟ ترجیح مرجوح بر راجع، تقدیم مفضول بر فاضل،
آیا نیست؟ اگر هست به حکم عقل و کتاب و سنت مردوده، پس قلم بطران بر کسی که منکر خلافت بلافت علی کشیده شده.